قبل از هر چیز به نمایندگی از جنبش آزاد خواهی زنان در شهر کردستان برگزاری کنفرانس جن جیان آزادی رو به شما هزار گرامی تبریک میگم از کوستانای آزاد کردستان ارز سلام و ادب دارم خدمتتون این کنفرانس تحت شعار با جن جیان آزادی به سوی انقلاب زن تلاشی بسیار ارزشمند و تاریخی در مسیر ارتقا و رشد همبستگی در مبارزات ما زنان به همین مناسبت همه شهدای انقلاب جن جیان آزادی رو در نمود شهیدان جینا و شریر به یاد میاریم سالها امید و اعتقاد به زندگی آزاد ها زن جسور و دانا مثل رفقا زینب سپیده گروخ جوانا نرگس و تمامی زنان زندانی بخش عظیم از بار سنگین مبارزه برای ایجاد فرصت و فضای اینچنینی رو برای ما بدوش گرفتن جاداره که امروز با سربلندی اونا رو هم به یاد بیاریم قطعا مقاومت این زنان ارتباط پویا و سینرژیک با مبارزات زنان مبارزه کرد که دارای نیروی مدیریت سازماندهی و دفاعی خاص خود برخورداره سازماندهی زنان در رشدات کردستان سرنوشت زنان جوانان و خلقهای تحت ستم در ایران رو دستخوش تحولات معظم و تاریخی کرده ما امیدواریم فعالیتهای مثل این کنفرانس که بستر و امکان اتحاد و تداوم مبارزه تا پیروزی انقلاب زن تداوم داشته باشه انقلاب زن در این مقطع از تاریخ نظام ضد زن امری اقلانی و یه پروسه بلند مدتی که به تاخیر در ذهنیت و اینیت جامعه نیاز داره یعنی قبل از هر چیز باید بتونیم با هم بینیشیم سازماندهی کنیم تصمیم بگیریم و با هم مبارزه کنیم مبارزت زنان در رشدات و ایران از کارکتری فراگیر و جهانی برخورداره که ما در انقلاب ژن ژیان آزادی شاهد تاثیرات آن در نحوه مبارزات و مطالبات زنان و خلقهای جهان بودیم این موج نوین مبارزات که بر مسیر جهانی شدن قرار گرفته پایه های نظام سرمایهداری جهانی رو متزلزل و تمامی سیاست و برنامه هاش رو واژگون کرد این واقعیت در این مرحله از انقلاب ما رو به سوی شیوی مستحکم و نوینی از سازماندهی و ارتباط درون یک مدل آلترناتیو سوق داده البته تجربه و دست آورد زنان در روژاوا و باکور کرسان در زمینه سازماندهی و مشارکت به صورت آزاد و برابر در عرصه های سیاسی، دفاعی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی منبع الهام ارزشمندیه این تجربیات و دستاوردها نتیجه فعالیت های نظری و عملی رهبر عبدالله اوجلانه که با آزادی جامعه بر اساس آزادی زن معتقدن ایشون رهبری و پیشبرد مبارزات زنان بر مسیر صحیح رو طی پروسه طولانی مدت با فداکاری و متانتی انقلابی در مقابله با حاکمیت ملیتاریست و ارتش خود ویژه ایدولوژی رهایی زن نظام کنفدرالیزم زن آزاد و نهایتاً به علم ژنولوژی رسان به همین خاطر ما معتقدیم حالا که تحت 25 سال اسارت و 32 ماه انزوای کامل توسط سیستم جهانی سرمایهداری قرار گرفته سیانت و مبارزه برای آزادی جسمانی ایشان وظیفه اخلاقی و وجدانی هر انسان آزادی خواهیه ما در رشاد کرسان ایران هم از میراث گرانقدری مبتنی بر مبارزت زنان از خورم گرفته تا قمری از مرزی اسکوی تا صدیقه سهیلا و شیرین علمحولی در برابر ذهنیت دولتگرا برخورداریم همونطور که طی قیام های سال گذشته در روند انقلاب زن دیدیم زنان جوان خیلی جسورانه بنیادین و تعیین کننده مخالفت ها و مبارزات رو با جانفدایی تشکیل دادن اونها راه رسیدن به آزادی و حیات شرافتمند رو به همه نشان داده و یه روح تازه به بدنه جامعه دمیدن نیکا و سرینا ستمدیدگی زنان و جامعه رو دیدن و با وجدان بیدارشون تا پای جان از مسیر مبارزه برای پس گرفتن کرامتشان باز نگشتن مشارکت زنان جوان در این مبارزات قدرت به چالش کشیدن نظام ظالم و قدرت تصمیمگیری گیری برای زندگی آزاد رو ساختن اونها برک تاریخ آزادی خلق رو به زیباترین شیوه با نام خودشون آراستن ما در مسیر انقلاب زن باید مرزهای نظام پیرسالار ناسیونالیسم مرسالاری سرمایهداری و دولتگرایی را در هم بشکنیم اراده من بشیم و از حالت انفعال خارشیم دنیای مشترک احساس اندیشگی و سازمانی زنانه که جهان رو از چنگال جنگ و نابودی رها میکنه ایجاد کنیم به نظر ما انقلابی که برخلاف تلاش گسترده رژیم مبنی بر سرکوب شدنش هنوز با ابهت و وقار خودش در جریانه البته پیروزی این انقلاب به سازماندهی و خلاقیت هرچی بیشتر ما در پیشبرد مزوماتش بستگی داره امیدواریم نیروی که در این کنفرانس کرده هم اومده بتونه برنامه و تنظیمات انقلابی لازم رو برای نابودی نظامی که شبیه یک فلاکت بر طبیعت زنان و جامعه آوار شده رو تدارک ببینه و بتونه برای اجرای کردنش با روحی و اراده انقلابی گام های مداوم همبسته و پیوسته برداره دوباره سلام های گرم و احترامات جنبش آزادی خواهی ما زنان کرد را پذیرا باشید با ایمان به پیروزی آزادی برای تمامی فعالیتها و مبارزاتمون آرزوی همبستگی، همرزمی گسترده و مندگار دارم جن جیان آزادی، زنده با زن آزاد و مبارز